مگه میشه تو فیلم بازی کنی اون وقت یغما نفهمه؟ فردا همه اینستاگرام عکسات برمی‌داره. اکرانو میخوای چیکار کنی؟ مگه دوم خروسه؟ امروز گرفتمش مثل رعنا. میخوام شب تولد خودم کادو بدم بهش. ماجرا تولد میدونی مگه؟ نه همه چیو. شوخی شوخی تئاتر جدی شد. خب حالا یکی کی میخوای بهش بگی؟ میذارم بعد تولد میپیچم تو ماجرای بچه یه جا به خوردش میدم. میخواد گفتم. حکم برداشتن خیلی وقته. حواست باشه امشب زیاد نبازی. من کجاست؟ بهت میگم. ولی به یه شرط. کاری به کارش نداشته زن من کجاست؟ رنا! رنا! این چه کاریه میکنی؟ به شما چه رفتی نداره؟ و من تحت تأثیر ذوق و سلیقه تو قرار گرفتم. شاید هم وانمود کردم. نمیدانم کدام درست است. گاهی با خود فکر میکنم که این درست است و گاهی آن. وقتی به زندگی گذشته خودم میاندیشم. آقا آقا نرو. رنا. آقا بازبینی آقا. چه خبره؟ یغما. آقای محمدی. آقا گفتم به جواب رو. آقای زمانی. همسر آقا بازبینیه. آقای زمانی. یغما. چه خبره اینجا رنا؟ یغما تو اینجا. آقای تو برو خود خدا برمیگردم. رنا. رنا. این چه کاریه میکنی؟ به شما چه ربطی نداره؟ رنا. رنا. رنا حالت خوبه؟ رنا. آره خوبه. آره خوبه. آره خوبه. پاشو بری خونه. پاشو بری خونه. بری کنار. بری کنار. بری کنار. برو بری. آقای نامدار. آقا این چه حرکتیه؟ این مجاوب اعتماد من. آقای نامدار آره. شما هستن. آقا این چه حرکتیه؟ بری پی کارتون. داد نزن یغما داد نزن. ستاره کیف و مانتوی منو میاری ببخش. کیف و مانتوتو میاره برو. چند وقته داری منو میپیچونی؟ دیگه چی آره ازم قایم کردی؟ قدیما یه دروغ میگفتی سرخ و سفید میشدی، حالا دیگه ماهر شدی؟ اول زندگیمون قول دادی بازیگریو بذار کنار، منم که واسه چیزی کم نداشتم، خونه، پول، ماشین، سفر، دیگه چه مرگته؟ میخوای همه تو خیابون با انگشت نشونت بدن؟ چرا خفه خون گرفتی؟ خانم بخشم کیفتون وایسا رانا وایسا کجا داری میری؟ چرا اذیتم میکنی؟ چرا آزارم میدی؟ چون دیوونه ای! به همه چی گیر میدی، به من گیر میدی، به خودت گیر میدی، به آدم آدم گیر میدی. من دیوونم؟ آره تو آقلی که به شوهر نزدیکترین آدم زندگی داری دروغ میگی. مجبورم میکنی دروغ بگم، میفهمی؟ مجبورم میکنی. چند دفعه دیگه به هوای کلاس یوگا و آرایشگاه میرفتی پی کسی خشکارید؟ آره بزن بشکن، هر کاری آرومت میکنه بکن، ولی به تو من با آدم وحشی حرف نمیزنم. خیلی خوب آرومم. چیکار کردم؟ کار کردم؟ مگه من خیانت کردم؟ اینطوری میکنی؟ از اول زندگی یه خواهش ازت داشتم، دور بازیگری رو خط بکش. تو هم قبول کردی؟ قبول کردم. 10 سال پیش 10 سال بهترین پیشنهادهای زندگی ما از دست دادم. به خاطر تو تمام تلفنامو پاک کردم، به سیمی گفتم، به همه بگه رفتم خارج از کشور. به خاطر تو همه کار کردم، ولی حال دلم خوب نیست. من شریکتم، ولی کار تو حال منو خوب نمیکنه. من جون کندم، جون کندم، هنر زیبا قبول شدم. من تئاتر کار کردم، من زحمت کشیدم رفتم سینما، من سیمرغ گرفتم، میفهمی؟ نمیتونم همه اینا رو ول کنم، نمیکنم، نتونستم. بازیگری تو واسه زندگی ما سمه. کی گفته؟ من میگم. خود داری اشتباه میکنی. من از رنای بازیگر میترسم. میدونی چرا؟ نه نمیدونم چرا. چون دیدم ادون سالا بازیگری میشه همه فکر و ذکرت، واسهش از همه چیت میزنی، از من میزنی، از زندگیت میزنی. بالاخره که ما یه روزی بچه دار میشیم، تو از بچه‌مون هم واسه بازیگری میزنی. شک نکن. این همه زن بازیگر تو سینما، اونا زن نیستن، مادر نیستن. من اونا رو نمیشناسم، اما تو ترسناک میشی رنا. یادتون نفه به جایزه ندن 2 ماه در اتاق رو خودت بسته بودی قرص اعصاب میخوردی؟ بچگی کردم، ولی الان همه چی عوض شده. عوض نشده، تو همونی. من مراقبت بودم خودتو نابود نکنی. تو نمیخوای موفقیت منو ببینی. موفقیت تو چیه؟ من نمیخوام تو بازیگر بشی. چرا؟ چون نمیخوام. نمیخوام 100 تا مرد غریب سرک بکشن تو رخت خوابم. دلم نمیخواد عکس زنم رو در دیوار شهر باشه. نگی تو اینستاگرام پشت سر بازیگر زن چی میگن؟ اگه یکی یک کلمه از اون حرفا پشت سر تو بزنه، من شهر رو با آتیش میکشم. مرد روانی همه جا هست. من نمیخوام مردای روانی راجع به بدن زن من نظر بدن. باشه هر چی تو بگی.
رفقا، خوبا، بچه بالای شهر، لاکچری باشین، ولی قبل از لاکچری بودن آدم باشید. ببین این زندگی منه، میبینی؟ این ماشین من، زندگی من، شما اینو میبینی، ولی این پشتش یه عقبه است دیگه، یه تلاشه، پشت کاره، فکر پشتشه. من فردا ساعت 6 بعد از ظهر لایف دارم براتون، 10 راه رسیدن به موفقیت، مسیر هفتمو میخوام بهتون بگم، سخن بزرگان داریم، فردا خیلی پروپیمونه. ما تا اینجا این دو ساعت دارم دو باید میگردم، برو مسترم رو بکنم، جن زنی تو استوری من، برو بینیم بابا تو مشکلت با من چیه؟ یعنی تو نمیدونی چیه؟ نه والا نمیدونی. اولی بیاین گلارو آوردن. اوه کاشکی منم دختر بودم، حقوقم رو میگرفتم، کاشکی من داغ بودم، کادو میگرفتم. آقا خدمت شما، بفرمایید حساب. خودشون حساب نکردن؟ چیو میگی؟ مهندس دیگه. مهندس یا موزنی نزدی؟ یکی تو کافی موزنی زدی درست. خب شما شماره کارتتو بده، من میگم مهندس خودشون بریزه به کارت. من مهندس نمیشناسم آقا. بریم آقا، بریم بریم. آقا چرا انقدر حساسی شما؟ خب چقدر شد؟ میشه یکو عکس بدم. خب تخفیفش به چی مثلا باید تخفیف بدم؟ لبخندم. دخترو میمیرم واسه من تخفیف. اونو دخترم آقا، دختر نیست. خب چند آخرش یکو 750 میتونم بدم. خیلی زور زدی ها. حالا دیگه موضوع خودت باش، به قلبت فشار میاد. همیشه. الو مامی، حالا چطوره؟ خوبی؟ قربونت برم، من یه جا گیر کردم، میتونی 3 تومن برای من کارت به کارت کنی؟ با اون 4 تومنه میشه 7 تومن، من تا آخر ما بهت برمیگردم. اصلا همه رو یه جا باهات حساب میکنم. قربونش برم، الان من منتظرم و زود باشم. خب یه 5 دقیقه صبر کن. بلاک پلاسیده نیست بابا، کل گلای ولنتاین این شهر رو من پوشش میدم. گل سرخ برات گرفتم قد نلبکی. کیک هم که سیمین داره درست میکنه. او خدا به دادمون برسه، یه اورژانس هم سنبای کنین دم در. ساکت شو بابا. خب یکی هم تو بگی، اون بیچاره میخواد یه کاری بکنه، من که نمیتونم بزنم تو ذوقش. کجایی؟ تو پارکینگ. ای بابا خب زودتر بگو دیگه. آقا میخوای طلاقش بدی بگو، اینا رو پس بفرستم، خیلی پولش شده. ساکت بابا. آی یکی همش پلاسیده است. هیچ مشکلی نداره، پلاسیدهش ازت کم میکنم. آقا تولد کنسله، زنگ بزن به رعنا، رازیش کن از تخت بیاد بیرون، باز بهونه بیاره نمیذاری. آخ چه تیغ داره گل دیگه. باز تو حل مسائل زناشویی تو لنگ من موندی. نره بالاخره باید به دردی بخوری دیگه، یه جوری حرف میزنی انگار من خلق شدم شما رو ردیف کنم. زنگ بزن بهش، اینقدر به رعنا گیر نده، یهو قاطی میکنه میزنه زیر کاسه کوزتا. ماشینو ببینه حالش خوب میشه. انقدرم که فکر میکنی خواهر من پولکی نیست. همه پولکیان. قیمتشون فرق میکنه. بی تربیت. جواب نمیده. ببین به سیمین بگو. نه به دریا بگو، دریا با چی بازی خوب بلده. نمیخوام جار بزنم دعوامون شده. من دریا رو بگیرم. آقا اینم جواب منو نمیده. خودت به دریا بگو. نه به سیاوشتون بگو، سیاوشتون حتما دریا رو پیدا میکنه. حوصله سیاوشو ندارم. ببین ما چی میکشیم از برادرت. ببین اصلا شایسته سالاری نیست. دریا و سیاوش دو تا مشکلن که با هم دیگه شدن مشکلات. پس دعا شما حرف نزن ها. خودت چوری کردی. گلا رو پس میفرستم ها. زنگ زدی چکتو پس بگیری؟ من واسه زیر یه میلیارد گوشی عجیبم در نمیارم ها. عالی، پس میگم بخوابونن به حساب. رنا خبر داری؟ نه. با هم حرفمون شد. اون که کار هر روزته. قهر کرده، میخوام بری از تخت بیاریش بیرون، نمیخوام برنامه‌ی امشبش به هم بخوره. راستی واسه ماجرای امروزم دلخور نشی، عصبی بودم. اگه یه روز بهش بگی که من آمارشو دادم آتیشت میزنم. با اون مردی گشتی خشن شدی. زنگ زدی کمک بخوای یه تیکه باره من بکنی. زنگ بزن به رعنا، رو حرفتو حرف نمیزنه. اوکی خبر میدم. بخور واسه ستون فقراتت خوبه. این لیلی زنگ میزنه دیگه ها؟ آگو داری حسل داری قصه برات بگم؟ بگو. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود. خیلی سال پیش اون موقع کسی منو آدم حساب نمی کرد، پارتی دعوت نمی کرد، سیمین جون رفت سفر، رعنا تولدش 3 ماه زودتر تو خونمون گرفت.
اون موقع تو و رعنا جور نشده بودیم. شما با این لیلی خانم اومدی. دوست معمولی بودیم. بابا دوست معمولی که اختراع ما هفتادی هاست. اون موقع این چیزا نبود. ما موقعی دوست معمولی بودیم که دوست معمولی مد نبود. دندونم ریخ. آره این چینی هست. یه چینی هست. ببین سوتی ندی من اینجا بودم و حواست به همه چی باشه. هلو هلو چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ وقتی آدم جواب تلفن نمیده یعنی نمیخواد کسی مزاحمش بشه. چیه باز دعواتون شده؟ از دعوا گذشته. چرا؟ چی شده مگه؟ نمیدونی چه آبروی از انبار تو تئاتر. این وحشی ها شده بود. نمیدونم آمارامو از کجا گرفته. پاشو وسایلتو جمع کن بری. کجا؟ خونه من. تا کی میخوای وایسی بهت زور بگه؟ تا وقتی کارت برسه به استخونه. هنو نرسیده؟ یه ذره دیگه مونده. پس پاشو. پاشو حاضر شو امشب کلی کار داری. چی میخوای براش بگیری؟ چیزی براش نمیگیرم. زنگ میزنم ماکان همه چی رو کنسل میکنه. یه جوری ازش انتقام نگیر که نفهمه. از من به تو نصیحت، هر وقت داری از کسی انتقام میگیری صاف تو چشش نگاه کن، بگو این کارو دارم میکنم فقط برای اینکه حالتو بگیرم. اون که نمیدونه میخوای سورپرایزش کنی. پس برای همه چی به هم بزنیم هیچ چی نمیفهمه. شیطونو درس میده. حالا چی میخوای براش بگیری؟ چی میگیرم؟ کوفت. واسه برام حاضرشم. اوکی، زود باش. اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ تکلیفمو با زندگی روشن میکردم. بابا جان یغما کوتاه نمیاد. خودت یه چشمشو امروز دیدی. منم کوتاه نمیام. آخر این راه جداییه. تو یه روز بدون یغما نمیتونی نفس بکشی. ببین من هم عاشق یغما، من بچه‌مو دوست دارم. میتونی قراردادی که توش نوشته باردار نیستی و امضا کنی؟ با گروه حرفه‌ایان دو ماه کار تموم میشه. بعدش هم میگم باید برم کانادا دنبال کارهای پیارم. بعدش هم جشنواره و بچه به دنیا میاد. تو دیوانه ای به خدا. ببین دریا جواب تلفن نمیده. من امشب دست تنها میتونم رو حساب کنم یا نه؟ نمیدونم. شاید کاری که تو میکنی درسته. اتفاقا تو این دور زمانه کله خری بهتر جواب میده. دکتره؟ نه. تازگی ها مشکوک میزنی. دیگ به دیگ میگه روسیا اینه ها. After our initial meeting, we have a couple of brainstorming sessions with our team, and finally, we have our proposal ready. Since both countries are in love with nature, we recommend to have one fruit as our main image. And that fruit is cherry. So, we're going to have three colors. Black and white for the background, and the cherry red as the main color. In all the details, all the decorations, even the staff uniforms. And guess what will be the best for the name of our hotels? The Cherry Hotel. Cherry Hotel Shiraz, Cherry Hotel Mashhad, Cherry Hotel Kish, and even Cherry Hotel Shanghai. Isn't it amazing?
Thank you for your proposal anyway, but we think we'd like to think it over. Thank you anyway. Maybe we will contact you later. Thanks a lot. Thank you. خانم نصرتی؟ خانم نصرتی؟ مهندس نامدار از مشتری با سلیقه و دقیق گالری زرین هستم. حتی بعضی موقع خود ایشون بهمون پیشنهاد میکنن چه برندایی رو وارد کنیم. همین برند کتنا سفارش ایشون بود. بسیار عالی. فکر کنم از این خوشش بیاد نه؟ همینو میبریم. مبارکشون باشه. متشکرم. ممنونم. اجازه بدیم. قابلتون هم نداره. اختیار داریم. مرسی. فقط رمزتون جسارت. 1090. بله. موجودی نداره. مگه میشه؟ میشه لطفا یه بار دیگه امتحان کنی؟ بروی چشم. موجودی نداره. چه که روزه؟ ما از کسی چک قبول نمی کنیم. ولی خب جرا مهندس و خانمشون فرق می کنیم. لطف داری. پس من فاکتورشو براتون صادر می کنم. ببخش. فردا برای جا به جا می کنم. نمی دونم چی شده. نه با این حرفا چیه پیش میاد. از دفتر فیلم پیام دارم. فردا برای تستی گیریم بیا. بد جوری دل کارگردانو بردی. درست؟ میری؟ آره. دیوانه ای به خدا. من این دفعه کوتاه نمیام. اونم کوتاه نمیاد میدونی که. خب باید انتخاب کنه. تو میتونی انتخاب کنی بین اون و بازیگری؟ تازه داری بچه دار میشی. حواسم به زندگیم هست. امشب باید بهترین شب زندگی یغما باشه. زود بیا بهت احتیاج دارم. ساعتو یادت نره بیاری. خدافظ. خدافظ. سک خاموشه. هرچی صدام ایمان بود زیر دست من رام شد. اما این طول سک رو نتونستم آدمش کنم. میگم ببخشید میرخان، میخوای یه مدت بفرستیمش لندن پیش بستگان؟ اون رو سربراهش میکنم. منظورت چیه؟ یعنی میگی خانموم جگرگوشش از خودش دور کنه که چی بشه؟ به نظرم این راش نیست. بعد بیاریمش تو راه، بعد شب خمه کار رو یادش بدیم. زبونم لال، زبونم لال. بعد از 120 سال بالاخره بعد یکی چرخ این تشکیلات رو بچرخونه. کی بهتر از آقا صابر؟ این آقا صابر شما تو نمیتونه تنبونشو بکشه بالا. جسارت نباشه خانمو، ولی یه ذره بهش پروال بدین، یه ذره باورش کنید. به نظر پسش بر میاد. میخوان اصلا بسپاردش به خود من. اول باید رفیق نابابو حذفش کرد. از حذف رفیق ناباب به عهده شما. ادریس، مگه نور چشم شما قابل حذفه؟ ادریس برادری رو در حق صابر تموم کرده، کاری که شما ها نکردی.
شما هرچی دارین و ندارین از صدقه سر اونه. یه نشنم پشت سرش لیچار ببافی. ببخشید خانمو. بله چی؟ آقا بفرمید، انتهای سالن دست چپ. سکته قلبی بوده، درست که تو آب پیداش کردی، ولی مرگ بر اثر خفگی نبوده. البته مقدار زیادی کوکائین توی خونش پیدا شده و همین روی مجرای تنفسیش و دستاش هم تاثیر گذاشته. فکر میکنم که زیاده روی کرده. بریوس علت مرگ بود خفگی تو آب استخر. هرچی شما دستور بدین. همین پرونده رو بریز سطل آشغال. فقط یه مسئله دیگه هم هست. متاسفانه موقع کالبد شکافی ما به اثرات یه زهر شیمیایی هم رسیدیم که ما حدس میزنیم علت خونریزی و مرگ این زهر باشه. بس کشنش. راستش الان با قاطعیت نمیتونم بهتون بگم، اگه اجازه بدین بعد از تکمیل تحقیقات خدمتون. آره یا نه؟ متاسفانه بله. ما همیشه شرمنده کمک‌های شما به بیمارستان هستیم. حیف وقتی آقازادتون آوردن بیمارستان ایشون به رحمت خدا رفته بودن، وگرنه ما. چه خبر؟ آقا جان رفته بیمارستان. پس پیداش کردن؟ بله. کیا باش بودن؟ سعید و ابی. خیلی خوب، به این من تو 2 ساعت دیگه میرسن تهران. کی میاد دنبالم؟ کمالی رو میفرستم. خیلی خوب. شاید عجیب باشه ولی بعد از تمام تلخیای امروز هنوزم دلم میخواد برات بنویسم. عزیزترینم، این 10 سال تولدته که با هم جشن میگیریم. 10 سال زمان زیادیه برای اینکه عشقی بمیره و رنگ و بوی عادت بگیره. من و تو به بودن هم عادت کردیم ولی عشقمون برای هم هرگز عادی نشده. من هر روز با دیدنت دوباره عاشق میشم و این بزرگترین لذتیه که توی زندگی تجربهش میکنم. شاید عشق الهیه که نیاز به قربانی داره، پس من آرزوهام رو به درگاهش قربانی میکنم تا اونی بشم که تو میخوای و بچه‌مو بهش احتیاج داره. اون طرف خالیه نخجوان. نخجوان اون طرف خالیه. اون طرف میذارم. گل بذارم. بله. یه دونم سفید باز. پاک بستر نخ به من بود. باز کنکارم همینجور. قرمز و سفید. پخش کنین همه رو. اون نخ بذارم. دوتا دیگه. دوتا قرمز. دوتا سفید. اون سفید ها رو درست نزنین و همون جه باشه. ناکان. بله. مواظب باشه. مواظب باشه. نه خوبه. یه دونم بیا دیگه. سیمین. سلام. بابا شما چه جواب تلفناتونو نمیدی؟ ببخشید من امروز خیلی درگیر بودم. دعواتون شده؟ نه چطور؟ آخه یغما زنگ زد شاکی بود. یغما رو که میشناسی خیلی لوسه. واسه بین بود و دعات باش برای بچه ها. هر دردی و خبر داری؟ نه. بچه باعث درد سره. این دوتای آخری که منو هرس و جوش دادن حسابی. سیمین جون، سیمین جون صدات میاد میشنوم. بس تو هم ساکت. چم گرفتی؟ آره ولی فرمالیته است. دوست نداره سنش بره بالا. کی دوست داره؟
سلام. سلام، خوش اومدید. سلام لیلی جون. سلام سیمین جونم. فداتون بشم. عجب کافه با صفایی. اختیار دارین. من شنیدم شما یه کافه گالری دارین خفن. خفن و ولش، صفا رو بچسب. صفا اینجا که به خاطر خود منه. می‌بینی؟ زبون داره 3 متر. خوبه که. راستی مگه تو قرار نبود لباس رسمی بپوشی؟ من رفتار و منشم رسمی. آقای رسمی، یغما رو چجوری سورپرایز کنیم؟ تو زنشی هم میپرسی؟ یعنی کجا قایم شیم ما رو نبینه؟ فکر میکنم پارکینگ، اونجا فقط دید نداره. نه من ریموتشو ندارم. لوس نشده دیگه. نه جدی میگم، صاحب پاساژ پارکینگ رو ازم گرفته. فقط 5 دقیقه اونجا میمونی. بابا همینجا چشم مگه به این قشنگی؟ فانش میره دیگه. اتفاقا همینجا خیلی خوبه. ببین چراغا رو خاموش میکنیم، یغما ما رو نمیبینه، پارکینگ همه پخش و پلا میشن، بعدش هم سر تایم جمع نمیشن، آخرام 2-3 نفر گم و گور میشن. با اینکه یکم روسو و یغما زود میفهمه ولی قبوله. آره من چراغا رو خاموش میکنم با اینکه ضد تبلیغ برای برندم، این کارو میکنم. او اسخای میکنم. ببینم. مرسی. مامان چطور بود؟ الو مامی حالت چطوره؟ ببین یه مشتری اینجا جشن تولد گرفتن، دارن فیلم میگیرن برای همین آقا رو مرد میزنن. نه امشب که نمیشه، فردا اینا دیگه. باش موضوع خود باش. قربونت. بر نمی داره کی؟ یغما دیگه. نکنه نیاد. بهتره تو تکلیفت باش روشن بشه. کاش که تکلیفت هم به همین راحتی معلوم می شد. قرنه جان یغما کو؟ هر کی رو امروز کار دارم گم و گور شده. یغما دریا. خب یه زنگ به سیاوش بزن. اون که دائم همه رو می پیچونه. داوود بالاخره از یکیشون خبر داره. نمیخوای بهش زنگ بزنی؟ نه من باش قرنه. داماد از این معرفت تر بودش. سلام. حال شما؟ بله بله من تو راهم. یکم ترافیکه. قربان شما میبینم تو. تو کجا؟ گالری. چه خبره؟ پول توشه. بابا امشب و بیخیال شو. چیش رو هم بذاری برگشتم. قول دادی ها؟ من اونیم که همشه هست. امروز چهارشنبه است. ببین 24 ساعت تموم شده، باید سند رو بیاریم. امروز تولد داداشم. فیروز شوخی با کسی نداره. اگه سند رو نیاری تو رو میکشه. اول سند بعدم تولد داداشم. نه اول کوکولی بعدم سند بعدم تولد داداشم. بده بیاد. خیلی خوب بیا اونم کوکولی. کجایی؟ خونم. پاشو بیا گالری کارت دارم. الان که کار دارم. آخه بیا آخه. هم که گفتم. باش. میام. الو یغما. سلام. الو. معلومه از کجایی؟ شاید جواب نمیدی.
خواب بودم. الان چه وقت خوابیدنه؟ ساعت خوابیداری منم شما باید تنظیم کنی؟ من باید قرار بشم، تو قراری؟ من که گفتم هرچی تو بگی. شما اصلا رو تو بر نگردونی یک کلمه حرف بزنی. پاشو بیا کافه ماکان. کافه ماکان بیا پیشگاه. برای اینکه من اینجا. پاشو بیا دیگه. بیا خونه مثل آدم شام بخوریم دیگه. کافه ماکان غذاش مزخرفه. گیر نده دیگه. پاشو بیا. یغما. راستی بهت گفته بودم؟ نه وایسا اومدم اونجا بهم بکن. باشه. خب بالاخره شازده دارن تشریف میارن. پس بزن دست قشنگا رو به افتخار مهندس. بله. سلام. ممنون. باشین الان دارم میام پایین. مرسی. یعنی چی میخوایی زنبه باشه بگیری؟ ببین نه من میگم این آبشار ماننده که از اینجا اومده اصلا کنتر راست رنگ ها رو نگاه کن. ببین چقدر قشنگ. خانم شهباز اومدی؟ از این بر؟ خانم شهباز خیلی خوب ببین آقای حد قشنگی محشنی نه؟ سلام خوبی؟ کجایی لیلی جون؟ داشتیم دنبالت میگشتیم. یه نگاهی به زیر پاتو میکرد عزیزم. دستر دختر خوبی هستم. مرسی لیلی جان. کمی کار کیه؟ این یه آرتیست جوانیه که خودم کشفش کردم. راست میگی؟ کجاست؟ همینجاست. نمیدونین چه ذهن درخشانی داره ولی چه کودکی رو از سر گذرونده. مادرش رو خیلی بچه بوده از دست داده. پدرش هر روز شکنجش میکرده، کتکش میزده، مثل یه برده باش رفتار میکرده. این تلاطمی که شما تو این کارا میبینین مال اون گذشته است. کاملا مشخصه. همین الان براش سر و دست میشکنن. کارش به نظر من از لوسیان فروید هیچی کم نداره. این پسر فروید آینده ایرانه. همین الان کریستیز لندن کاراشو میخواد. باریکلا. ولی خب چه فایده؟ همه فروش رفته. متاسفانه. ولی شاید بتونم یه دونش رو از خریدار براتون بگیرم. راست میگی؟ میشه عزیزم. برای شما خب یه جوری. بیلی جان من این که تم آبی داره خیلی خوشم اومده. ببین میتونی برام بگیریش؟ آبی. الان صداش میکنم که باش صحبت کنی. فقط یه موقع بهش نگین که من چیزی گفتم. نه خیالت راحت باشه. اون دوتا پیریو میبینی؟ کار هر آرتیستی که تو خونهشون باشه بالشو بسته. از کارات خوشش میاد. تو در مورد زندگی من چی میدونی که رفتی اون دروغا رو گفتی ها؟ حالا داستان منو گوش کن. پدر من یه کارمنده، مادرم یه خونه دار. اون زمانی که کسی آتاری نداشت من تو اتاق خوابم داشتم. واقعا فکر میکنی برای اونا جالبه که داستان آتاری تو رو بشنوم؟ اونا قصه منو دوست دارن. یه آرتیست که بتونن نجاتش بدن. پس به جای اینکه اینجا وایسی و داستان احمقانه آتاری تو برام تعریف کنی، کاری که بهت میگم انجام بده. یالا بله بله گوشی حضورتون یه لحظه. این هم آرتیست جوون ما. به به براتون چه تاری؟ کم در نمیده. میخرم عرو شد از رنگ آبی بیشتر استفاده کن. آخه عزیزم شنیدم که زندگی سختی داشته تا برسی به اینجا. بله خیلی سخت. ماکان به افتخار تولد مبارک 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 تولد مبارک بیا شما رو بود که صد سال زنده باشی افتخار مبارکش کنم. اوه 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 پشتش هم بخون. شب با هم نمیخونیم. دوست داری؟ همانی که میخواستم.
مبارکت باشه. چرا یه ذره منیج کن، شلوغ کن ببینم ایشون تولدشه. من این لایو باش ببینم. سر بابا کجا میبریش؟ سروش کیکو بذار اونجا رو نیست. فکر کنم همه چی خیلی خوب بود. نه عالی بود رانا جان. چی شد مادر؟ یه بشین اینجا رو صندلی. بیا از بس به خودت سن. خوب نیستم. یک مرفت سروش آب بیار. خوده بس به خود سختی میدیدم. بهتر شدی؟ سلام، ماشین آماده است. ممنونم، میان دنبالم. آقای کمالی زنشون رو بردن بیمارستان، گفتم من بیام به جاش دنبال شما. واکن چشم. آقا سوار شد. نیازی نیست هم بریم، مجاله نمیم. زنگ بزن اون شانس این شده داداش. من شارژ ندارم. آقا فاصله بگیرم. آسه آخری که این میخوای رو کنی؟ اونم به موقعش. حواسم بهش هست. موقعش که یه حکم دیگه بگذاره. آقای رو خانمهای حیرتیان جمعه شما بابا سلو نخجوان. مرسی آقا نخجوان. چه این خریف؟ سلو بلد هرچه هم عالی آقا نخجوان. خوب که هیزه خب، بچه یه دقیقه ساکت بشین. یه دقیقه ساکت، برو زبط و قرد. سیمین جون، رانا یه دقیقه ساکت بشین، خواهی چی بگم. رانا کو؟ رانا رانا رانا، چی شدی؟ رانا باشو، کمک بیای کمک، یالا
یالا زود باشی. اجازه نداشتم از تهران خط بگیرم. دمه دمه گوشم رسید. ما نگرانیم یه موقع بلایی سر خودش نیاورده باشه. نمیدونیم با چه حالی از بیمارستان اومده. ببین فقط به احترام یغما دستت بلند نمیشه. آخه خوب شد گفتی از داداش چه خبر. فکر کنم با یغما دعوا شده بلایی سر بچه‌ش. خودش به من گفت امروز صبح تصادف کرده. ببینم تو زنشی؟ عکساتو دیدم. خودت فکر می‌کنی کار کی باشه؟ من که می‌خواستم یه همچین کاری بکنم همون موقع کرده بودم. مشکل تو یغماست. رنا بهونه این جنگ. تو چرا عوضی رو ول نمی‌کنی؟ برای اینکه عوضی خوب بلدم آدمو نگردم. اگه کنار نکشیم با یه پرونده کلوف زیر بغل پرتمون می‌کنن 204. نه نگران نباش، تنها. تنهایی؟ احسنت. اگه پیداش کنم تا همه حیات آتیشش می‌زنم. با خودتون حرف می‌زنی؟ انقدر صبر می‌کنم تا قاتلشو توی همین خونه چار کنم.